درود بر شما پارسی زبانان سراسر دنیا. به ساند کافه خوش اومدید. لطفاً برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنید و بعد از فعال کردن علامت زنگوله لایک و کامنت یادتون نره. به نام خدا. اثر مرکب. نویسنده دارن هاردی. آغاز جهشی در زندگی، موفقیت و درآمد شما. زندگی شما محصول انتخاب‌های لحظه به لحظه شماست. در سی‌دی موفقیت شماره می 2010، جیلیان مایکلز، مربی بدنسازی برنامه تلویزیونی بزرگترین بازنده، یکی از داستان‌های الهام بخش دوران کودکیش را با من در میان گذاشت. وقتی بچه بودم، مادرم یکی از این بازی‌های شکار تخم مرغ رنگی روز عید پاک را برایم راه انداخته بود. من اطراف خانه می‌گشتم و وقتی به تخم مرغ‌های پنهان شده نزدیک می‌شدم، می‌گفت: "آه، گرم شدی." وقتی به آنها خیلی نزدیک می شدم می گفت: "آه، آتش گرفتی." و وقتی از تخم مرغ‌ها خیلی دور می شدم می گفت: "آه، سرد شدی، داری یخ می زنی." من به شرکت کنندگان مسابقه یاد می دهم که به صورت لحظه به لحظه درباره خوشبختی و هدف نهاییشان فکر کنند. اینکه چگونه هر انتخابشان و هر تصمیمی که در این لحظه می گیرند آنها را به هدف نهاییشان نزدیک تر می کند یا از آن دورشان می کند. از آنجایی که همه دستاوردهای شما نتیجه انتخابهای لحظه به لحظه شماست، با تغییر این انتخابها قدرتی باور نکردنی برای تغییر زندگیتان خواهید داشت. انتخابهای شما گام به گام و روز به روز اقداماتتان را شکل می دهند تا وقتی که آنها به عادتهایتان تبدیل می شوند. تکرار آنها را دائمی و همیشگی می کند. شکست خوردن یک عادت است. پیروز شدن هم همینطور. حالا بیایید عادتهای برنده شدن را دائم در زندگیتان تزریق کنید. عادتهای مخرب را حذف کنید و عادتهای مثبتی را که نیاز دارید ایجاد کنید و در این صورت می توانید زندگیتان را به هر مسیری که آرزویش را دارید هدایت کنید. به گستره بزرگترین تصوراتتان. اجازه دهید به شما نشان دهم که چگونه. به خدمت گرفتن اثر مرکب، خلاصه گام‌های عملی. در زندگیتان با کدام جنبه، شخص یا شرایط بیشترین مشکل را دارید؟ شروع کنید به یادداشت کردن تمام جنبه‌های آن وضعیت که به خاطرشان سپاسگزار هستید. از هر چیزی که قدردانی شما از آن شرایط را تقویت می کند و افزایش می دهد، فهرستی تهیه کنید. در کدام جنبه از زندگیتان 100% مسئولیت موفقیت یا شکست وضع موجودتان را نمی پذیرید؟ 3 کاری را یادداشت کنید که قبلا انجام داده اید و همه چیز را خراب کردند. 3 کاری را یادداشت کنید که قبلا باید انجام می دادید ولی انجام ندادید. 3 اتفاقی را بنویسید که برایتان رخ داد و شما به درستی واکنش نشان ندادید. 3 کاری را یادداشت کنید که همکنون می توانید انجام دادنشان را شروع کنید و با انجامشان مسئولیت نتایج زندگیتان را در دست بگیرید. در یکی از جنبه‌های زندگیتان که می خواهید آن را بهتر کنید، مثل درآمد، تغذیه، تناسب اندام، درک دیگران، تربیت فرزندان و غیره، شروع به ثبت و پیگیری حداقل یکی از رفتارهایتان کنید. فصل سوم، عادت‌ها. معلمی فرزانه که همراه یکی از شاگردانش در جنگلی قدم می‌زد، جلوی یک نهال کوچک ایستاد. معلم نهال کوچکی را که تازه از زمین روییده بود نشان داد و به شاگردش گفت: آن نهال را از زمین بیرون بکش. پسرک جوان آن را با انگشتانش راحت بیرون کشید.
بعد معلم به نهالی که کمی محکمتر به نظر می رسید و ارتفاعش تا زانوهای پسرک بود اشاره کرد و گفت حالا این یکی را بیرون بکش. پسرک با کمی تلاش آن نهال را هم از ریشه بیرون کشید. معلم گفت حالا نوبت این یکی است و با سرش به درخچه کاملا رشد یافته و سرسبزی که هم قد خود پسرک بود اشاره کرد. پسرک با تلاش زیاد و با تمام قدرتش و در ضمن استفاده از سنگ و چوب برای اهرم کردن زیر ریشه های آن درخچه بالاخره موفق شد و آن را بیرون کشید. بعد معلم گفت حالا دوست دارم این یکی را از زمین بیرون بکشی. پسرک جوان نگاه معلمش را دنبال کرد و متوجه درخت بلوط تنومند و بسیار بلندی شد که به سختی میتوانست نوکش را ببیند. از آنجایی که تلاش و تقلای زیادش در بیرون کشیدن نهال‌های به مراتب کوچکتر قبلی را درک کرده بود، خیلی ساده به معلمش جواب داد: متاسفم، از پس این یکی بر نمی‌آیم. معلم گفت: پسرم، تو همین الان قدرتی را که عادت‌ها روی زندگیت خواهند داشت نشان دادی. هرچه این عادت‌ها قدیمی‌تر باشند، بزرگتر می‌شوند. ریشه هایشان عمیق‌تر می‌شود و سخت‌تر از ریشه بیرون می‌آیند. بعضی از آنها خیلی بزرگ می‌شوند و ریشه های خیلی عمیقی پیدا می‌کنند، طوری که حتی جرأت نمی‌کنی برای از بین بردنشان تلاش کنی. مخلوقات عادت. ارسطو نوشته است: ما همانی هستیم که مکرر انجام می‌دهیم. دیکشنری مریام وبستر واژه عادت را این گونه تعریف کرده است: یک رفتار اکتسابی که تقریباً یا کاملاً غیر ارادی شده است. داستان جالبی وجود دارد درباره مردی که به سرعت و چهار نعل با اسبش میتاخت. اینطور به نظر می‌رسید که جای بسیار مهمی می‌رفت. مردی که کنار جاده ایستاده بود فریاد زد: کجا می‌روی؟ مرد اسب سوار جواب داد: نمی‌دانم، از اسب بپرس. این داستان زندگی خیلی از مردم است. آنها سوار بر اسب عادت‌هایشان میتازند بدون اینکه بدانند کجا میروند. وقت آن رسیده است که کنترل افسار را به دست بگیرید و زندگیتان را در مسیر رسیدن به جایی قرار دهید که واقعاً میخواهید آنجا بروید. اگر با استفاده از خلبان خودکار زندگی میکنید و اجازه میدهید که عادت‌هایتان شما را اداره کنند، میخواهم که دلیلش را بدانید و خودتان را از این دام رها کنید. به هر حال شما از همراهی من برخوردارید. مطالعات روانشناسی نشان دادند که 95% از همه چیزهایی که احساس میکنیم، فکر میکنیم، انجام میدهیم و به آنها دست پیدا میکنیم در نتیجه یک عادت یاد گرفته شده است. ما با غرایز متولد شده ایم و البته بدون هیچ گونه عادتی. ما عادتها را در طول زمان پرورش میدهیم. در دوران کودکی مجموعه ای از پاسخهای شرطی را یاد میگیریم که ما را به عکس العمل غیر ارادی در خیلی از موقعیتها سوق میدهند. در زندگی روزمره تان زندگی کردن به صورت خودکار و غیر ارادی خوبیهای خاص خودش را دارد. اگر مجبور باشید که آگاهانه درباره هر یک از گامهای هر کار معمولی مثل درست کردن صبحانه، رساندن بچه‌ها به مدرسه، رفتن به محل کار و غیره فکر کنید، زندگیتان از کار می‌افتد. شما احتمالاً دندان‌هایتان را روزی دو بار و به صورت خودکار مسواک می‌زنید. هیچ بحث فلسفی بزرگی در این کار نیست. شما فقط انجامش می‌دهید. شما بلافاصله لحظه‌ای که پشتتان صندلی را لمس می‌کند، کمربند ایمنیتان را می‌بندید. هیچ فکر بعدی وجود ندارد. عادت‌ها و رویه‌های ما اجازه می‌دهند که کمترین انرژی آگاهانه را برای انجام کارهای روزمره‌مان استفاده کنیم. آنها کمک می‌کنند عاقل باشیم و ما را قادر می‌سازند که خیلی از موقعیت‌ها را از لحاظ منطقی و عقلایی خوب اداره کنیم و از آنجایی که مجبور نیستیم درباره این کارهای معمولی و پیش پا افتاده فکر کنیم، می‌توانیم انرژی ذهنی‌مان را روی افکار و مطالب خلاقانه‌تر و غنی‌تر متمرکز کنیم. عادت‌ها می‌توانند مفید باشند، البته تا وقتی که عادت‌های خوبی باشند. به همین سادگی. اگر تغذیه سالم و درستی داشته باشید، احتمالاً در مورد چیزهایی که می‌خرید و غذاهایی که در رستوران سفارش می‌دهید، عادت‌های سالمی ساخته اید. اگر وزن مناسب و اندام خوبی دارید، احتمالاً به این خاطر است که منظم ورزش می‌کنید.
اگر در شغل فروش موفق هستید، احتمالاً به خاطر عادت‌های آماده کردن ذهن و صحبت‌های درونی مثبتی است که شما را قادر می‌سازند در مقابله با نپذیرفتن‌ها خوشبین باقی بمانید. من تعداد زیادی از معروفترین آدم‌های موفق، بزرگترین مدیران عامل و هنرپیشگان مشهور را دیدم و با آنها مصاحبه کردم. می‌توانم به شما بگویم که همه آنها از یک خصیصه مشترک برخوردارند. همه آنها عادت‌های خوب دارند. البته معنیش این نیست که عادت‌های بدی نداشته باشند. عادت‌های بد دارند ولی تعدادشان زیاد نیست. رویه‌های روزانه ساخته شده بر اساس عادت‌های خوب همان تفاوتی است که موفق‌ترین‌ها را از دیگران جدا می‌کند. این منطقی نیست؟ طبق صحبت‌های قبلی‌مان، می‌دانید که آدم‌های موفق لزوماً باهوش‌تر یا با استعدادتر از بقیه نیستند، بلکه عادت‌هایشان آنها را در مسیری قرار می‌دهد که آگاه‌تر، باهوش‌تر، لایق‌تر، آماده‌تر و با مهارت‌های بهتر شوند. در کودکی پدرم از لری برد به عنوان مثال استفاده می‌کرد تا به من در مورد عادت‌ها آموزش دهد. لری افسانه‌ای به عنوان یکی از بزرگترین بسکتبالیست‌های حرفه‌ای شهرت داشت، ولی دلیل شهرت او استعداد ورزشی فوق‌العاده نبود. هیچ کسی لری را در زمین بسکتبال برازنده توصیف نمی‌کرد. با این حال، با وجود استعداد ورزشی محدودش باعث شد تا تیم بوستون سلتیکز 3 بار قهرمان جهان شود و خودش هم لقب یکی از بهترین بسکتبالیست های تمام دوران را بگیرد. چگونه توانست؟ این افتخارها به خاطر عادتهای لری اتفاق افتادند. تعهد مداوم او برای تمرین کردن و بهتر کردن بازیش. لری یکی از بهترین پرتاب آزاد زننده های تاریخ NBA بود. از کودکی عادتش این بود که هر صبح قبل از رفتن به مدرسه 500 پرتاب آزاد تمرین کند. با چنین نظم و تلاشی لری بیشتر استعدادهای خدادادیش را به وجود آورد و تعدادی از با استعدادترین بازیکنها را در زمین مسابقه شکست داد. مثل لری برد، شما هم می توانید پاسخهای غیر ارادی و ناخودآگاهتان را شرطی کنید تا مثل قهرمانهای حرفه‌ای باشید. این فصل درباره جبران کردن چیزهایی است که در آنها استعداد ندارید، آن هم با نظم، سخت کوشی و عادتهای خوب. این فصل درباره تبدیل شدن به مخلوقی از عادتهای قهرمانانه است. با تمرین و تکرار کافی هر رفتاری چه خوب باشد چه بد در طول زمان غیر ارادی می شود. یعنی ما خیلی از عادتهایمان را ناخودآگاه کسب می کنیم، ولی می توانیم آگاهانه تصمیم به تغییر آنها بگیریم. از آنجایی که هر عادتی را که دارید یاد گرفته اید، می توانید آنهایی را که به سودتان نیست از یاد ببرید. آماده اید؟ با فرار از دام خوشنودی آنی شروع کنید. می دانیم که با شیرینی خوردن لاغر نخواهیم شد. می‌دانیم 3 ساعت تماشای برنامه‌های شبانه تلویزیونی مثل برنامه رقصیدن با ستاره‌ها و سریال پلیسی NCIS باعث می شود که 3 ساعت وقت کمتر برای خواندن یک کتاب خوب یا گوش دادن به یک فایل صوتی فوق‌العاده داشته باشیم. می دانیم که صرفاً خریدن بهترین کفش‌های پیاده روی ما را برای 2 ماراتن آماده نمی کند. ما موجوداتی منطقی هستیم. حداقل این چیزی است که به خودمان می گوییم. پس چرا به طرزی غیر منطقی اسیر خیلی از عادت‌های بد هستیم؟ دلیلش این است که نیاز ما به داشتن خوشنودی آنی می تواند ما را به انفعالی ترین و بیفکر ترین موجود جهان تبدیل کند. اگر یک گاز از یک ساندویچ بزرگ بزنید و بلافاصله به خاطر یک حمله قلبی قفسه سینه تان را بگیرید و روی زمین بیافتید، امکان ندارد که برای گاز دوم اقدام کنید. اگر پک بعدی تان از سیگار باعث شود که صورتتان مثل صورت یک پیرمرد 85 ساله شود، احتمالاً دیگر پک بعدی را به سیگار نمیزنید. اگر موفق نشوید 10 تماس امروز را بگیرید و ناگهان به سرعت اخراج یا ورشکسته شوید، دیگر برداشتن تلفن و تماس گرفتن واقعاً غیر عاقلانه خواهد بود. و اگر اولین چنگال پر از کیک بیدرنگ 50 پوند به وزن شما اضافه کند، گفتن جمله نه متشکرم به دسر کار خیلی راحتی خواهد بود.
مشکل اینجاست که نتیجه یا خوشنودی آنی ناشی از عادت‌های بد اغلب از چیزی که در ذهن شما درباره عواقب بلند مدت در جریان است بسیار مهمتر به نظر می‌رسد. در واقع انگار افراط در عادت‌های بد هیچ اثر منفی در همین لحظه ندارد. شما دچار حمله قلبی نمی‌شوید، پوستتان چروکیده نمی‌شود، در خطر اخراج قرار نمی‌گیرید و اندامتان چاق نمی‌شود. ولی معنیش این نیست که اثر مرکب را فعال نکرده اید. وقت آن است که بیدار شوید و درک کنید عادتهایی که در آنها افراط می کنید می توانند زندگیتان را به فاجعه‌ای مکرر تبدیل کنند. ناچیزترین اصلاحات در رویه های روزمره تان می توانند نتایج را به شکل چشمگیری در زندگیتان عوض کنند. باز هم من درباره تغییرهای بزرگ یا اوراق کردن کامل شخصیت، خصوصیات و زندگیتان صحبت نمی کنم. اصلاحات بسیار کوچک و به ظاهر بی اهمیت می توانند در هر چیزی تغییرات اساسی به وجود آورند. بهترین چیزی که برای شفاف ساختن قدرت اصلاحات کوچک می توانم مثال بزنم این است که هواپیمایی را تصور کنید که از لس آنجلس عازم نیویورک است. اگر نوک هواپیما فقط 1% از مسیر اصلی منحرف شود، وقتی هواپیما از باند فرودگاه لس آنجلس بلند می شود، تقریبا یک خطای نامشهود است. ولی در نهایت منجر به حدود 150 مایل انحراف از هدف اصلی خواهد شد و هواپیما جای نیویورک به آلبانی یا دوور خواهد رسید. این در مورد عادتهای شما هم اتفاق می‌افتد. یک عادت بد که در همین لحظه خیلی بزرگ به نظر نمی‌رسد، سرانجام ممکن است شما را مایل‌ها از مسیرتان به سوی هدف‌ها و آن زندگی که آرزویش را دارید دور کند. بیشتر مردم زندگیشان را می‌گذرانند بدون اینکه انرژی آگاهانه زیادی بگذارند روی کشف آنچه می‌خواهند و آنچه لازم است انجام دهند تا خودشان را به آنجا برسانند. می‌خواهم به شما نشان دهم چگونه اشتیاقتان را شعله ور کنید و کمکتان کنم تا قدرت خلاقانه غیر قابل توقفتان را در مسیر آرزوها و رؤیاهای قلبیتان به کار گیرید. ریشه کن کردن عادت‌های بدی که مثل درخت بلوطی تنومند رشد کرده‌اند دشوار و پردردسر خواهد بود. برای انجام این کار به چیزی بزرگتر از حتی با پشتکارترین اراده‌ها نیاز خواهید داشت. نیروی اراده به تنهایی نمی‌تواند آن را ریشه کن کند. سپاس از همراهی شما مهربانان. لطفاً نظرات و پیشنهادات خودتونو برای ما کامنت کنید. تا درودی دیگر، بدرود.